سال 2020 تا دقایق دیگه به پایان میرسه و وارد سال 2021 میشیم. میخوام همه شما رو ببرم به منزل یکی دیگر از هنرمندان دوست داشتنیمون که دوست خوب ماست و در سال 2020 ببینیم چه کارهای انجام داده و سال 2020 براش چه تجربه خوب و چه تجربه بدی داشته. میریم به بخش دیگری از کالیفرنیا و دیدار با هنگامه عزیز. هنگامه جان سلام بر تو. سلام بر شما علیرضا جان، خیلی خوشحالم که دوباره باز شما رو میبینم و با همدیگه باز یک برنامه رو داریم، اونم در شرف سال جدید. مرسی. هنگامه جان دوست دارم به من بگی اول از همه تجربه سال 2020 برات به چه صورت بود؟ What a year. اصلا چه سال عجیب و غریب، و من فکر کنم چند سال دیگه حتما در تاریخ ما ثبت خواهیم شد که این سال بسیار بسیار متفاوت تر از همه سالا بود برای هممون. خب خیلی خیلی از عزیزانمون عزیزانشون رو از دست دادن، خیلی انسان‌ها فوت کردن، اتفاقات خیلی بزرگی افتاد و این جریان پندمیک یک چیز خیلی عجیبی بود برای همه ما. ولی من همیشه علی جان معتقد هستم آدم باید خودش رو با تمام شرایطی که وجود داره تطبیق بده و سعی بکنه از چیزی که هست بهترینش رو بسازه. و اصلا نمیخوام به نکته منفی این سال که چقدر بد بود و چقدر اتفاقا افتاد اشاره بکنم، میخوام به نکته های خوبش اشاره بکنم که برای من به شخصه یک سالی بود که خیلی بیشتر به خانوادم نزدیک شدم. یعنی فرصت این نبود همیشه که در کنار هم دیگه باشیم به این صورت. خیلی نزدیک شدیم به خانواده هامون، سعی کردیم از یک چیزی رو از یه چیز خیلی بد یه چیز خیلی خوبی رو درست بکنیم. من این کارو کردم که تونستم. البته خیلی روزایی رو داشتم علی جان که انقدر واقعا به من فشار می اومد و انقدر غصه می خوردم که چرا شرایط اینجوری شده، ولی خب چاره ای نیست، ما دیگه بالاخره باید زندگی رو بگذرونیم با هر شرایطی که هست. من اسم می‌گم یکی گروهی که بیش از اندازه روش فشار وارد شده هنرمندامون هستن، به خصوص اونهایی که با صحنه در ارتباط بودن، چون شماها واقعا هیچ کاری نداشتید انجام بدید و این خودش میتونه برای بعضیا دیپرشن به وجود بیاره اگر این حسی که داری ریش صحبت میکنی کسی واقعا نداشته باشه و از این مشکلات بتونه بهره ببره و به گفته بخش پر لیوان رو بهش نگاه نکنه، 100% میتونه یه سال دیپرسیو با یک دیپرشن شدید برای خیلی ها باشه. این شرایط برای منم وجود داشت علی جان، نه اینکه فکر بکنی که این شرایط برای منم وجود داشت. خیلی روزایی بود که واقعا انقدر داون میشدم، انقدر حالم گرفته میشد که چرا واقعا این اتفاق داره برای مردم میفته، چرا دنیا به این صورت شده. ولی خب میگم باید آدم تو هر موقعیتی سعی بکنه که شرایط خوب و برای خودش درست بکنه. بعضی اوقات فکر میکنم الان من اگه دوباره برنامه صحنه پیش بیاد اصلا یک هیجان و یه استرسی مثل روزای اولی که اولین بار میخوای بری رو صحنه، اون حالت به من دست بده. خیلی راجع به این موضوع فکر کردم و بزرگترین صدمه رو من فکر میکنم نه تنها هنرمندای ایرانی، هنرمندای خارجی و همه دنیا هنرمندا خیلی به خاطر اینکه هیچ کنسرتی، هیچ برنامه‌ای، هیچ نوع دور همی وجود نداشت و خیلی بهشون فشار اومد و خیلی ها بودن که تنها زندگی میکردن، خانواده نداشتن، خب در سفر بودن، ولی خب دیگه شرایط جوری بود که نمیشد کارش کرد. ولی حرفای خوب بزنیم. حتما حرفای خوب بزنیم. توی عکس میبینم پوسترم که یه دونه جوراب با اسم اس، یه جوراب با اسم اچه. خب به من بگوینم تو این جورابا چیا بوده؟
این جورابا یکیش که خب این استاکینگ سوگنده، اون یکیش هم یه استاکینگ مال منه، یه دونم مال جیگی بود، یه دونم من و البته همسر جان از یه استاکینگ استفاده میکنیم آها که خب چیزای برای کریسمس گرفتیم و خیلی هم جالب بود و خیلی هم خوب بود. من یه سری هدیه گرفتم، سوگند یه سری هدیه های قشنگ گرفت، برای جیگی خانم هم بالاخره یه هدیه کوچولوی خریدیم. خب ببینم بهترین هدیه که گرفتی چی بود؟ بهترین هدیه که گرفتم این بود که امسال خب میگم خیلی خیلی شب کریسمس قشنگی ما داشتیم دور همدیگه، خیلی یک شام قشنگی درست کردیم. یه هدیه بود که سوگن برای من درست کرد و من خیلی خیلی ازش یعنی انقدر احساساتی شدم سر این هدیه که برای من درست کرد. یک تابلوی بود که از اولین سیدی من که اومد به بازار، این سیدی رو به یه صورتی قاب کرده و خیلی خیلی جالبه، زیرش برای من یه نوشته درست کرده، مثل یه لوح میمونه، خیلی خیلی قشنگ و خیلی دوست داشتنیه. این بهترین هدیه بود که فکر میکنم امسال گرفتم. خب بسیار عالی. یه داستان گفتی غذا خوردیم با هم دیگه، چه غذایی رو شب کریسمس شماها خوردید؟ ما غذای ایرانی درست کردیم، جاتون خالی غذای لوبیا پلو درست کردیم، کلی سالادای خوشمزه درست کردیم، خیلی غذاهای ایرانی درست کردیم و خوردیم و دور هم دیگه بودیم، چون بالاخره ما تعداد اون کمی یه ترکی برای ما خیلی زیاد است علی جون. درسته درسته. خب توی سالی که گذشت عکسای زیادی هم از تو بیرون اومد، درسته که جایی نمیرفتی ولی یا تو حیات خونه یا توی پارک یا اینجاها عکسای قشنگی ازت بیرون اومد که میدم اکثر اون عکسا هم همه رو یا همشون رو سوگند ازت گرفته. همشون رو سوگند گرفت. امسال خیلی اکتیویتی های در منزل کردیم، باغبونی، آشپزی، ورزش، پیاده روی، اینجور کارا، و سعی کردیم اکثرم با شرایطی که بود بگیریم، که بالاخره من تو اینستاگرام خیلی فعال هستم و عزیزانی هم که اگر من فالو نمی کنین 100% سعی کنین فالو بکنین، بیاین عکس ما رو ببینین. و اینستاگرام چیه هنگامه میشه بگی؟ جانم اینستاگرامت میتونی بگی؟ اینستاگرام من اسم خودم هست، هنگامه وریفیکیشن داره، همون تیک آبی داره، هنگامه خالی. هنگامه خالی. خب بسلام علی. خب مطمئنن خیلی دوست دارم، به خصوص که تو اکتیویتی زیاد هستش روی اینستاگرام و مطمئنن مردم هم دوست دارن که بیان و صفحه تو رو فالو بکنن و ببینن. من خیلی دوست دارم که عکسایی که تو این اینستاگرام میذاریم خیلی نیت و مرتب و منظم و خوش آب و رنگ، و به خاطر همین یه ذره دیر به دیر عکس میگیرم، ولی سعی میکنم عکسایی که میگیرم یه ذره پروفشنال باشه، یه ذره از لحاظ قیافه و رنگ و آب و ایناش خیلی خود قشنگ باشه که صفحه قشنگی درست بشه. مطمئنم به گفته ای من حس بکنم که عکسای تو اون حس زندگی رو داره و این انشالله که همیشه خودت و خانوادت این حس خوب رو همونطور که به مردم منتقل میکنی تو زندگی خودت هم باشه این، و این امیدوار هستم که این حالت باشه. ممنونم علی جان، 100% همینطوره. من فکر میکنم پیج هر کسی نمایانگر لایف استایل و زندگیشو چیزی که هست باید باشه، که خب ما سعی کردیم همونی که هست رو به قول معروف ارائه بدیم و داشته باشیم. من خیلی دوستای جدیدی پیدا کردم توی این مدته و عزیزای خیلی زیادی من فالو کردن و ازشون ممنون هستم و همیشه به من لطف داشتن و امیدوارم که بتونم براشون کاری بکنم. البته هممون توی یه سری اول توی یه شوک خیلی بزرگ این کرونا که خب یه استاپ گنده کردیم، ولی من سعی کردم دوباره کارامو شروع بکنم. ما دو سه تا آهنگ ضبط کردیم، یه آهنگم خیلی زود حتی کاورش هم درست شده، یه آهنگ خیلی خوبیه که خودم که خیلی این آهنگو دوست دارم، نمیتونم بگم که خیلی خوبه، باید ببینیم عزیزان چی میگن، ولی آهنگ بسیار زیباییه که تهیهش کردیم، کاورش هم درست کردیم، یه ذره کوچولو میکسش مونده که اونم انشالله به زودی اسم آهنگ میشه. چیه؟ اسم آهنگ؟ اسم آهنگ هست درس میگیرم.
البته این درس اون درسی نیست که از این ایام ما گرفتیم، این درس زندگی یک شعر خیلی قشنگی داره. شاد رقص رقص شاده یا اینکه نه سلوه، ولی سلوه سلوه که بیت داره، یعنی تنظیمش تنظیم بیت داریه، ولی آهنگ سلویه، خیلی قشنگه. من خودم خیلی آهنگ دوست دارم، فکر میکنم خیلی ها باش ارتباط برقرار کنم. آهنگ شادی هم در راه هست. آهنگ شادی هم در راه هست، گفتم ما دو سه تا آهنگ با رامین جان ضبط کردیم، ولی خب میگم هم رامین جان که میدونی یه خود کاراش همینجوری خیلی سلو و وسواس و اینجور چیزا زیاد داره، دقت بیش از حد. آهنگا رو ضبط کردیم، میکس این آهنگ تموم شده، خیلی خورده کاری خیلی کوچولوش مونده که بیاد بیرون، که خب الان رامین جان ترکیه هستن، قرار بود که اگر بشه بریم بقیه کاراشو اونجا انجام بدیم و ویدیوشو اونجا بگیریم و اینا، که نشد. حالا دوباره اگر بشه همینجا، ولی MP3شو به زودی 100% پخش میکنم. اتفاقا با رامی صحبت میکردم ترکیه، بعد داشت تعریف میکرد، میگفتش که تو هتلی که هستش، هتل خیلی بزرگیه، مثلا ما کلا مثلا ممکنه 20 نفر توی اتاق باشن و خیلی خلوت و اینا، و داشت تو برنامه ریزی ویدیو ساختن و این چیزا بودش با یکی از خوانندهایی که داره مد معروفش میکنه، داشت صحبت میکرد با من و داشت داستانش رو تعریف میکرد، از خلوت بودن خیابانهای استانبول صحبت میکرد با من. آخه الان قبل از اینکه رامین بره، خب باز یه مقدار بعضی جاها باز بود، ولی الان به کل استانبول همه جا بسته است، قرنطینه، یعنی آخر هفته ها که کلا اصلا مردم بیرون نمیتونن بیان، شرایط خیلی مشکل شده. رامین جانم بله در استانبول دختر جوانی رو که صدای خیلی خوبی هم داره، داره براش یه کارایی رو میکنه که انشالله اونم به زودی امیدوارم که بتونه بقیه برنامه هاش ردیف بشه که بتونه کارهای پیانو رو انجام بده. صحبت از رامین زمانی هستش، برای کسانی که الان ممکنه تو فکرشون باشه که کدوم رامین داریم صحبت کنیم، صحبت از رامین زمانی هستش و آهنگ هایی که رامین داره برای هنگامه عزیز هم پرودوس میکنه، آماده میکنه که به زودی به بازار بیاد. من خودم آهنگ های شاد هنگامه را خیلی دوست دارم، آهنگ های آرومش رو هم گوش به خاطر صدای لطیفی که داره و همیشه گوش کردم، ولی کلا وقتی آهنگ شاد میخونی من یک حال دیگه میشم به خدا، به خصوص حتی این آهنگ گیلکی که میخونی رو هم خیلی دوست دارم. آره خیلی اون آهنگ گیلکی از اتفاقی به قول معروف یهو خیلی یه چیزی شد که این آهنگو من خیلی به صورت اتفاقی، چون خب خودم شمالی هستم، این آهنگو شنیدم خیلی دوست داشتم، بعد یه بار به صورت زنده خوندمش، یه جایی دیدم چقدر مردم دوستش داشتن و خلاصه دیگه این دیگه حالا یه جوری شده که هر جا میریم میگن این آهنگو تو حتما بخون، این آهنگو تو حتما بخون، دیگه خود خلاصه خود به خود این آهنگ اینجوری به وجود اومد، قراری نبود. من اولا خوشحال هستم که باهات صحبت کردم، دومی که میخوام از برای همه طرفدارات این قول ازت بگیرم که یک کار متفاوتی باید با همدیگه انجام بدیم روی صحنه، به خاطر که امشب من خب اینجام دارم برنامه اجرا میکنم برای هموطنان، ولی خانواده من دارن کنسرت جاستین بیبر رو که برای شب ژانویه برای طرفدارانش داره گذاشته و هر کسی که مثلا تلفن تی موبیل داره که مجانا میتونه ببینه، هر کسی دیگه هم که تلفن تی موبیل نداشته باشه باز دوباره میتونه بره اپش رو بذاره و کنسرت جاستین بیبر رو ببینن. برای همین من فکر کنم که هم شماها وقتی شب یلدا با ستار عزیز داشتیم برنامه ضبط می‌کردیم، گفت 9 ماه نخوندم، بعد از 9 ماه دارم امشب برای مردم اجرا برنامه اجرا می‌کنم. ولی علیرضا جان من مطمئن هستم که شما انقدر تو کار خودت عالی هستی و انقدر طرفدارای خودت داری و وقتی که یه برنامه ای رو تهیه می‌بینی برای تلویزیونت،
صد درصد اونایی که دوست دارن برنامه شما رو تماشا میکنن، حالا جاستین بیبر باشه یا هر کس دیگه، هر کسی طرفدارای خودش نگاه میکنه. من مطمئنم که تو این شب خیلی ها شما رو دارن تماشا میکنن. مطمئن هستم، ولی دوست دارم دفعه آینده ای که با هم دیگه داریم کار میکنیم حتما حتما یک برنامه رو با هم دیگه انجام بدیم برای همه طرفداران هنگامه و بینندگان تپش که این قول رو از هنگامه گرفتم. اگر انجام نداد میام همینجا میگم که هنگامه زیر قولش زده. 100% انشالله یه ذره از این شرایط بیرون بیایم. امیدوارم اینو آرزو میکنم سالی که داریم میریم توش یک سال خیلی خوبی برای هممون باشه. گرچه سال سختی رو پشت سر گذاشتیم تا بخوایم به قول معروف ریکاوری بکنیم و یه ذره سرسامون بگیریم، یه ذره زمان میبره، ولی آرزوی بهترین ها رو میکنم برای همه و آرزو میکنم که این سال خیلی قشنگی برای هممون باشه. و من قول میدم به شما که برنامه رو که حتما ترتیب دادی منم درش حضور داشته باشم، بتونیم یه کار قشنگی رو با هم دیگه برای عزیزایی که دوست دارن برنامه شما رو و اونایی که منو دوست دارن حتما یه ترتیب یه برنامه قشنگی رو براشون بدیم. ممنونم ازت، سال بسیار خوبی رو برات آرزو میکنم. به گفته آمریکایی you look great، به گفته خودمون آقا قیافت حرف نداره، بسیار خیلی خوشتیپ و خوشقیافه. پیر نشو لعنتی بابا، ماشاءالله. آره پیر نشو لعنتی، پیر نشو لعنتی. بعد فهمیدم این لعنتی یعنی که مثلا خیلی دیگه پیر نشو لعنتی. نه ما حالا سعی میکنیم همینجوری بمونیم. آره خوبه، انشالله که همیشه سلامت باشی. مرسی. از طرف منم به همه خانواده سلام برسون. ممنونم. هپی نیو ایر تو ایوریوان. تبریک میگم. سگرم ببوز. 100% سگر دیگه وقت نشد بیارم. حالا نیکس تایم. سال قشنگی برای همتون آرزو میکنم. مرسی که علی جان وقت گذاشتین. منم با بینندگانتون گذاشتین که یه تبریک سال نو به همشون بگم. هپی نیو ایر ایوریوان. لوف یو. دوستتون دارم. مرسی علی جان. مرسی از تو. ممنونم از شما. قربان تو، خدا نگهدارت. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش